سلام دوستان گرامی، بالاخره معجزه رخ داد و یک گروه از مأموران ملل متحد توانستند سه روز بعد از قطع عام پناهندگان اشرف به دست مزدوران مالکی 52 جسد تیر خورده و بی جان با دستان دستبند زده شده را مشاهده و شمارش کنند. این را خبرگزاری رویترز اطلاع داده و در ضمن تکذیب کرده است که نیروهای عراقی در حال آماده شدن برای یورش به ساکنان باقی مانده هستند. رئیس پلیس استان دیاری هم هر گونه محاصره کمپ را که همه از آن خبر دارند تکذیب کرده است. به گفته همین کلاغ خوشخبر، سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و انگلستان هم خونریزی را محکوم کرده و هم خواهان تحقیقات در این زمینه شدند، ولی از مشخص کردن طرف مقصر در این کشتار خودداری نمودند. لابد برای حفظ بی‌طرفی وزارت خارجه آمریکا در روز یکشنبه خواهان اقدام فوری مقامات عراقی برای تأمین فوری امدادهای پزشکی به مجروحان و تضمین حفاظت این کمپ در مقابل هر گونه خشونت یا آسیب بعدی به ساکنان شد. همه این جملات داخل گیومه هست، من نقل کردم فقط. بدین ترتیب همچنان که ملاحظه می شود اقدامات بین المللی داخل گیومه اجالتاً از مرحله حرف تجاوز نکرده. تا قاسم سلیمانی فرمانده آدمکشان نیروی قدس فرصت داشته باشد در جلسه خبرگان به ماموت‌های حاضر در جلسه اطلاع دهد که این قضیه مهمتر از حمله مرساد بود و در واقع وعده خدا محقق شد. او در مورد نحوه تحقق وعده خداوند حرفی نزد، ولی در مورد سوریه و این سؤال که چرا اینقدر از آن حمایت می‌کنیم گفت که ما به تبلیغات دشمن توجه نداریم، چرا که سوریه خط مقدم مقاومت بوده و این واقعیت انکارناپذیر است. ما وظیفه داریم از مسلمانان حمایت کنیم، زیرا آنها زیر فشار ظلم هستند. گیومه بسته. گمان میکنم که از این پیشتر در انتقادی از مجاهدین در جای دیگری گفته یا نوشته ام که آنها دو نقطه ضعف بزرگ دارند. مجاهدین، اول اینکه تا بن استخوان آرمانگرایند، دو دیگران که سازمان بی نظیر در عزم و اراده رزمندگی دارند. اولی به آنها امکان می دهد زندگیشان را هدفمند کنند و دومی راه تحقق هدف را بر آنها می‌گشاید. از این بیشتر چه می‌خواهید؟
برای آنکه مورد نفرت آخوندهای بی اصل و ریشه، پاسداران مزدور و سیاست بازان نان به نرخ روز خود باشید. اما لازم است اضافه کنم که جمعیت دنیا فقط از این انگل‌های بشریت تشکیل نشده است. ستم دیدگان سراسر جهان دوستان ما هستند، هر چند همشان لباس سیاستمداری یا زمامداری به تن نداشته باشند. امروز دوستان مجاهد ما در حالی که با غرور تمام و به حق 50 سالگرد تأسیس سازمانشان را جشن می‌گیرند و در حالی که برای همرزمان از دست رفته خود غم زده و عزادارند، با این همه با ترتیب دادن تظاهرات و راهپیمایی‌های پرشکوه در بیشتر کلان شهرهای عالم و دعوت از مردم کشورهای میزبان به پیوستن به این تظاهرات احساسی و عاطفی و در عین حال آرمانی، در حال گسترده تر کردن مبانی همبستگی و همکاری بین لایه‌های زیرین نیروهای پرشور و فعالی هستند که همه روی هم و در کنار هم طرح اولیه یک جبهه جهانی ضد بنیادگرایی را تداعی می کنند. جبهه‌ای که از سوی دیگر مریم و همکاران و همرزمانش برای ساختن آن صمیمانه در تلاش هست. جبهه جهانی ضد بنیادگرایی ناقوس مرگ همه نیروهای ارتجاعی و انسانیت ستیزی است که جهان امروز را به کثافتی کشانده‌اند که شاهدش هستیم. دوستان عزیز گرامی، برای خاتمه دادن به حرفهایم اجازه بدهید سخنگوی جمع در همصدا شدن با سبا هفت برادران باشم. تا آخرش ایستاده ایم.